در پی مصوبه و تصمیم اخیر دولت آمریکا مبنی بر اعلام شهر قدس به عنوان پایتخت اسرائیل مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به دست شی ویوز رسیده آمده است تصمیم آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس اشغال شده به عنوان پایتخت اسرائیل که انتقال سفارتخانه آمریکا را در پی دارد به شدت محکوم است در بیانیه آدم آمده است انتظار میرفت که ایالات متحده آمریکا در این قضیه اقدام بیطرفانه در پیش گیرد و دست کم از وضعیت قانونی آن حمایت می کند زیرا شهر قدس شهر زندگی مسالمت آمیز برای پیروان تمام ادیان است هرچند مسلمانان برای اداره این شهر سزاوارتر و شایسته تر بوده و هستند در ادامه بیانیه آمده است دولت آمریکا با این اقدام خود قوانین بین المللی که حقوق ساکنان اصلی را به رسمیت شناخته و مسلم میداند را نادیده گرفته و احساسات میلیون مسلمان را زیر پا گذاشته زیرا این شهر با همه مسلمانان پیوندی عمیق دارد چون محل معراج رسول الله صلی الله علیه و آله علی به سوی آسمان بوده و نخستین قبله مسلمانان به شمار می‌رود این مرکز حقوق بشری افزود همچنین برخلاف قانون انسانی بین المللی که این شهر را اشغال شده می داند، این رفتار آمریکا به معنای لغو حمایت است که در پیمان ژنو در سال 1949 میلادی آن را تضمین کرده است. مرکز آدم در ادامه ضمن محکوم کردن دوباره این اقدام آمریکا و درخواست از کاخ سفید برای تجدید نظر در این تصمیم ظالمانه از شورای امنیت نیز خواست با مسئولیت پذیری و غنگری و بیطرفی و با اتخاذ تصمیمی فوری به این موضوع بپردازد و حقوق مسلمانان و مقدسات آنان را تأمین و حفظ کند و به اشغالگری اسرائیل در تمام زمین های آنها پایان دهد. این بیانیه همچنین از تمام کشورها و ملتهای عربی و اسلامی خواسته تا همبستگی خود را با شهر قدس اعلام کنند و از راه های قانونی و دیپلماتیک مصوبه آمریکا را رد و محکوم کنند. شاینه ذکر است که رئیس جمهور آمریکا با تصمیم یک جانب حق حاکمیت اسرائیل را بر بخش غربی و شرقی شهر قدس به رسمیت شناخته و این شهر را به عنوان پایتخت همیشگی اسرائیل پذیرفته که این تصمیم با واکنش های بین المللی و منطقه‌ای روبرو شده است.